رسیدیم به یه جاذبه گردشگری دیگه در متز فرانسه. پشت سر من انقلاب نویب شما شدم که نویب جزیره در وسط رودخونه موزل قرار داده که این سازه همطور که میبینید یه افانگلیش کیرش هستش یا یه کلیسای برای مخصوص پروتستان ها هستش که اوایل قرن بیستم ساخته شده، اوایل قرن بیستم ساخته شده و بعد از جنگ بین آلمان ها فرانسویا در قرن 19 هم تعداد پروتستان های شهر رو به افزایش بود و بعد تصمیم گرفتن که یک کلیسا برای خودشون بسازن و بالاخره در این جدید دعوت از خونه مدر در شهر متز فرانسه این کلیسا رو ساختن و همینطور که میبینید اینجا همینطور که گفتم اینجا رودخونه موزل هستش که رودخونه موزل از فرانسه و آلمان رد میشه و دومین رودخونه بزرگیه که به رود راین میریزه که بعد خود راین به اوسته و نورته در شمال آلمان میرزه و رودخونه موزل بعد از رودخونه ماس دومین رودخونه بزرگیه که به راین میرزه و خود موزل هم معنیش یعنی راین ماس یا ماس کوچک چون بعد از ماس دومین رودخونه بزرگیه که به راین میرزه. اینجا در متز در فرانسه متز. ما الان در شرق شهر متز قرار داریم و دروازه که پشت سر من میبینید تنها دروازه که از 17 تا دروازه شهر متز باقی مونده و اسمش هم هست پورت آلمانس یا هم دویچستور دروازه آلمان، واسه این که در زمانهای قدیم مسیحی آلمان در نزدیکی اینجا بیمارستانی داشتن و به خاطر همون افتخار همین آلمانی ها این دروازه شهر رو به اسم آلمان نامگذاری کردن و اسم خیابونی هم که به این دروازه خط میشه خیابون آلمان هستش، روه در آلمان هست، اسم این خیابون هستش که دروازه شهر متز درش قرار داره و همونطور که گفتم اینجا که تحت دروازه داشته که این تنه دروازه باقی مونده هستش و دیوار شهر رو هم مشاهده میکنید که همسه من بخشی ازش باقی مونده که دور تا دور شهر متز رو قبلا
گرفته. ما الان در داخل دویچستور یا فورتس آلمان هستیم، در شهر متز فرانسه. این دروازه‌ای که مشاهده می‌کنید در هولوش اوایل قرن 13 سال 1210 ساخته شده و مال قرون وسطا هستش و از اون موقع به جا مونده در شهر متز. و این دروازه بر روی رود موزل قرار داره که از شهر متز میزنه و یه جورایی از روی این دروازه میشه بکن برای رود موزل رفت. و اینجا بازمانده های دیوارای شهر دروازه پورتس آلمان رو مشاهده میکنید که این قسمتش ازش باقی مونده. یکی از چیزهای مشهور فرانسه نونهاشون و نونواییهاشونه و همینطور که میبینید مردم دم در نونواییهای مشهور صف طولانی میبندن تا بتونن نون خوب تهیه کنن. بعد مثلا کروسان یا باگت همچنین که میبینید از فرانسه میاد و خب تو فرانسه شهرت زیادی داره. و یکی دیگر مشهور شهر متز این نونیه که پایین میبینید در گالتا دکت نونوایی مشهور شهر متز هستش که این نونوایی یکی از بهترین هاشو تولید میکنه و واسه همون مردم اینجا صف میبندن. نونوایی دیگر یعنی اینجا وجود داره لاسالون بلو که این نونوایی هم جزء مشهورترین نونوایی های شهر متز هستش. این بود گشت ما در شهر متز فرانسه. ما را در یوتیوب آدرس اکسان دنیوی سابسکرایب کنید و رنگ رنگ بدنید در ویدیوهای بعدی ما و گشت بعدی ما در شهر مختلف اروپا با خبر بشید. و اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک هم بزنید و فعلا از شهر متز خدا نگهدار تا ویدیو بعدی و سفر بشید.